آیا پرورسلینگ یا کشتی حرفه‌ای واقعیه؟ توی این ویدیو میخوام در رابطه با پرورسلینگ صحبت کنم و جزئیات این رشته رو به شما بگم. کشتی حرفه‌ای سال هاست که طرفداری زیادی داره و توی ایران هم به تبع این رشته کم طرفدار نداره و مخصوصا نوجوانا خیلی بهش علاقه مند هستن و توی سنای بالاتر هم طرفداری زیادی رو میتونید پیدا کنید که پرورسلینگ نگاه میکنن. به لطف جهانی شدن کمپانی ها و مسابقه زیادی که توی سال توی کشورهای مختلف میذارن، الان پرورسلینگ به یه شکلی در آمده که تقریبا توی تمام دنیا طرفدار داره و کمتر جایی رو پیدا میکنید که مثلا یه کشتیگیر پرورسلینگ رو نشناسه یا یه مسابقه رو حداقل ندیده باشه. یه سوالی که خیلی در رابطه با پرورسلینگ میشه اینه که آیا اصلا این مسابقات واقعیه؟ آیا مثلا واقعی همون میزنن؟ آیا برد و باخت توش از قبل تعیین شده یا بر اساس شایستگیشون برنده میشن؟ واسه این که به این سوال جواب بدم قبلش باید به تاریخچه پرورسلینگ اشاره کنم. ببینید وقتی که مدل‌های مختلف کشتی مثل کشتی آزاد و کشتی فرنگی تو اواخر قرن 19 توی یه سری از کشورها زیاد شد، دقیقاً در کنارش توی انگلیس هم یه کشتی به اسم کچ رسلینگ اومد. حالا این کچ رسلینگ چی بود؟ ببینید خب کشتی عادی مثل فرنگی و آزاد محدودیت‌های زیادی دارن، کشتیگیرها زیاد نمیتونن توش فن بزنن، مثلا نمیتونن به هم مشت بزنن، گردن بگیرن، آرنج بزنن، خلاصه محدودیت دارن. ولی کچ رسلینگ به خاطر اینکه یه تفاوتی بکنه و یه ذره تماشاگره رو بیشتر به سمت خودش جلب کنه اومد یه سری محدودیت‌های کشتی رو برداشت، مثلا ضربه زدن رو آزاد کرد تا یه ذره فن زدن توی این رشته آسان‌تر بشه. وقتی کشتی فرنگی و کشتی آزاد توی آمریکا داشت پیشرفت می‌کرد، آمریکایی‌ها با کچ رسلینگ هم که توی انگلیس پرطرفدار بود آشنا شدند. دیگه رسیدیم به قرن 20 و تقریبا 1910-1920 اینا که کسایی که کچ رسلینگ توی آمریکا کار میکردن دیدن هنوزم کچ رسلینگ اونطور که باید نمیتونه مخاطب رو جذب کنه، هنوزم یه سری محدودیت داره، هنوزم فن زدن با این که باز نسبت به کشتی محدودیتش کمتر بود ولی بازم فن زدن یه ذره سخت‌تر بود و بعد از یه مدتی تماشاگرا اونقدر سرگرم نمیشن، از کسل میشن که نمیشه مثلا فنهای زیادی رو ببینن و کل حرکت های زیادی نمیشه تو این رشته زد. به خاطر همین آمریکایی اومدن کچ رسلینگ رو به یه سطح جدیدی رسوندن، کلا یه سری از محدودیتش رو برداشتن و با خودشون توافق کردن که کشتیگیرا اجازه بدن تا یه سری از فنهای نمایشی رو به همدیگه بزنن و اینطوری باعث جذابتر شدن بیشتر مسابقه بشن. به این شکل بود که پرورسلینگ توی دهه 1920 میلادی شکل گرفت. البته اینم بهتون بگم که فقط این شکلی نبود که توی آمریکا مثلا کچ رسلینگ پرطرفدار بشه و بعدش به پرورسلینگ تبدیل بشه، بلکه مثلا توی مکزیک و توی ژاپن هم در راستای آمریکا این دوتا هم همزمان داشتن میومدن بالا و یه سری کشورها کلن پرورسلینگ توشون محبوب شد، توشون پرطرفدار شد و اومد بالا. من در رابطه با کچ رسلینگ زیاد صحبت کردم الان، خب بذارید این نکته هم بگم که کچ رسلینگ اگر معنی بشه میشه کشتی کچ. توی ایران به اشتباه میگن کشتی کچ، البته منظور ما ایرانی ها همون پرورسلینگه ولی ما به اشتباه کچ رسلینگ رو به کار میبریم که اونم تازه به خاطر اینکه مثلا بهتر تلفظ کنیم آسان تر بشه شده کشتی کچ. پس اینو باید بدونیم که اصلش کشتی حرفه‌ای یا همون پرورسلینگه و اگر هم میخوایم اسم قدیمی رو بگیم حداقل کشتی کچ بگیم نه کشتی کچ. حالا اصلا چرا اسمش پرورسلینگ شد؟ چرا کشتی حرفه‌ای شده؟ ببینید توی آمریکا کشتی فرنگی، کشتی آزاد اینا یه ورزش دانشگاهی هست و ورزش‌های دانشگاهی همشون ورزش‌های آماتور حساب میشن، یعنی حق ندارن پول بدن. اینم خودش یه بحث داغ توی ورزش‌های آمریکایی که به
بازیکنای دانشگاهی به کالج پلیران نمیتونن پول بدن، نمیتونن حقوق بدن. به خاطر همین اون کشتی ها کشتی آماتور حساب میشن، ولی پرو رسلینگ توی تمام رده ها دانشگاهی که پرو رسلینگ نداره دیگه، یعنی پروموشن های مختلف توی تمام رده ها پول میدن به کشتی گیرا و به خاطر همین پرو شده، حرفه‌ای شده و دلیلش هم اینه که بهش میگن کشتی حرفه‌ای. خب در رابطه با پیدایش کشتی حرفه‌ای فهمیدید و متوجه شدید که پرو رسلینگ اصلا چطوری به وجود اومده، ولی اینو باید بدونید که توی پرو رسلینگ کشتیگیرا یه سری نقشای مشخص شده دارن. ببینید خب وقتی ما میگیم که کشتیگیرا اجازه دادن به همدیگه که یه سری فن بزنن روی همدیگه، یه سری حرکت اجرا کنن، همین الان میتونیم نتیجه گیری کنیم که کشتی حرفه‌ای از پیش تعیین شده است. ولی خب این از پیش تعیین شدگی و این مشخص بودن خودش یه سری قاعده و قانون خاص خودشو داره. یعنی چی؟ یعنی ببینید کشتی گیرایی یه سری نقش ایفا میکنن، مثل فیلم‌های قدیمی که یه نقش مثبت و یه نقش منفی داشتیم، پرو رسلینگ هم اینطوری اومد بالا که مثلا مخاطبا رو خیلی به خودش سرگرم کنه، اینطوری اومد که یه نقش مثبت به وجود آورد به اسم بیبی فیس یا به اختصار همون فیس میگن، و یه نقش منفی که بهش میگن هیل. توی پرورسلینگ پروموشن مختلف میومدن این بیبی فیس و این هیل رو جلوی هم قرار میدادن، یکی رو مثلا میکردن نقش منفی، یکی رو میکردن نقش مثبت، آخرش هم مثل خیلی از فیلم ها مثلا نقش مثبت بیاد ببره و تماشاگرها خوشحال بشن و برن خونش. یعنی به این شکل اینا یه سری نقش داشتن. ولی خب این نقشا چطوری میخواد ایفا شه؟ اگه قرار باشه هر مسابقه بیاد مثلا یکی اون یکی رو بزنه و بره و اینا، ما اصلا نمیتونیم تو بهره این نقشا بریم. اینجا اگه نویسنده وارد میشه، پس دیگه الان قطعا متوجه شدیم که کشتی حرفه‌ای از پیش تعیین شده است و نه تنها این شکلی بلکه نویسنده هم داره و مثلا یه تئاتر میمونه. ببینید نویسنده میاد الان که دیگه مثلا کشتی حرفه‌ای خیلی پیشرفت کرده، میاد یه سری دیالوگ می نویسه که بیان پای میکروفون به مخاطب مثلا بگن صحبت کنن. اون کار نویسنده اینه که این شخصت هیلو مثلا تا یه جایی ببره انقدر منفی بشه همه ازش بدشون بیاد، یا مثلا اون نقش مثبت به یه جایی برسه که همه خوششون بیاد. میدونید نویسنده نه تنها میاد این دیالوگا رو مثلا می نویسه، بلکه یه خط داستانی داره که یک شخصیت رو ماها و شاید حتی سالها ببره جلو. پس کشتی حرفه‌ای یه ورزشیه که ترکیبی از رزمی و ترکیب از نمایشه، یه سری فن رو واقعا باید با هم هماهنگ کنن که بزنن. آیا این حرکتایی که روی هم میزنن چی؟ آیا این حرکت ها و این مشت و لگره هایی که میزنن اینا هم همش علکیه؟ ببینید بسته به اون پروموشن این مشت و لگره ها، این فن ها خیلیشون واقعیه، خیلیشون واقعا اجرا میشه و کشتیگیر ها قبلش با هم هماهنگ میکنن و خیلی کشتیگیر ها اصلا به هم اعتماد ندارن، اصلا اطمینان نمیکنن که با یه کشتیگیر دیگه رقابت کنن، چون میگن این واقعا به ما صدمه میزنه. با خیلی داشتیم، خیلی نمونه‌های زیادی هستن که مثلا طرف یه لگر آروم قرار بوده بزنه، ذره مثلا اون یکی واقعا ترکونده، یعنی در این حالت تقریبا میتونم بگم نصف ضرباتی که میبینید واقعیه. حالا بگذرم از اون که مثلا از پوله نردمون میپرن یا مثلا واقعا همون میگیرن از میندازن بیرون رینگ، خب این که دیگه قاعدتا همه میدونیم واقعیه، ولی مثلا یه سری مشت و لگدا مشخصه که واقعی نیست، مثلا مشتی که توی سر میزنن که خب واقعی نیست، دو تا از اون تو سر یکی بخوره طرف درجه میفته ناکاوت میشه، یا مثلا ضرباتی که روی کمر میزنن، مثلا لایرو که به شکم میزنن، اکثرشون قدرتی نداره، مثلا یه حالت تاچ میکنن. خیلی از کشتیگیرا علاوه بر اینکه این استوریا رو مثلا نویسنده بهشون میده و با هم هماهنگ میکنن، خیلیش اصلا با هم تمرین دارن که توی رینگ چیکار کنن، با هم بیشتر هماهنگ بشن. پس این یه حالتیه که میدونیم دیگه مثل تئاتر میمونه. ولی خب کشتیگیرا علاوه فیزیک و علاوه آمادگی جسمانی هم باید خیلی قوی باشن. خب مثلا همون دیگه بهتون گفتم خیلی وقتا میبینید یه کشتیگیر از بالای رینگ میپره، یه کشتی رینگ مثلا از میپره اصلا بیرون رینگ،
یا یه سری از این ضرباتی که میزنن، یا آسون نیست شما توی مسابقه مثلا چند باری که بلندت کنه بندازتت مثلا زمین. خب اینا به هر حال باید از لحاظ جسمانی خیلی قوی باشن. حالا به اون مثلا نمیخوایم وارد کنیم که به ظاهر که احتمالا میدونید مشخص خیلی از کشتیگیرا داروی غیر مجاز، داروی که مثل برانساز زیاد میبینیم مثل استرویدا رو مصرف میکنن و یه چیزی که حتی WWE که یکی از پروموشن های مطرح اینطور بگم معتبرترین پروموشن پرورسینگ رو حتی به دادگاه هم کشوند. ولی خب آمادگی جسمانی کشتیگیرا خیلی بالاه. ولی در آخر باید یه چیز دیگه هم بهتون بگم، باید به این موضوع من اشاره کنم که یه تعهد شخصی بین تمام کشتیگیرا، کسایی که پرورسلینگ کار میکنن، وجود داره. به این تعهد میگن کیفیب. یه تعهد شخصیه که اون کشتیگیر با خودش تعهد میکنه، با خودش عهد میبنده که توی اون نقش خودش باقی بمونه. اون نقشی که واسش در نظر گرفتن، اون نقش مثبت، باید همیشه تو اون نقشه بمونه، تو اون کاراکتره بمونه. اگه بهش میگن باید ببازی، واقعا باید ببازه و نباید از اون شخصیت بیاد بیرون. خیلی وقتا مثلا ما دیدیم که کشتیگیر رو توی رینگ مثلا با میکروفون دارن با هم کل کل میکنن، شده پیش اومده که مثلا یکی واقعا ناراحت شده، واقعا اعصابش به هم ریخته، ولی خیلی خودشو کنترل کرده، اون تعهد شخصی رو نذاره زیر پا و به اون پیمانش، به اون عهدش وفادار بمونه و توی هم کاراکترش باقی بمونه. پس کیفه بم در نظر بگیر که توی پرورسلینگ یه چیز خیلی مهمه. جواب اینم گرفتید که کشتی حرفه‌ای ترکیبی از رزمی و تئاتر. شاید خیلی ها بیان بگن که اگر نتایج از پیش تعیین شده است، اگر خیلی‌ها مثلا میدونن که کی قرار ببره و اینا، بررسی شایستگی نیست، چرا باید اصلا یکی پرو رسلینگ تماشا کنه؟ ببینید، خب خیلی توجیه آسونی داره، مثل همون شکلی خیلی ها فیلم و سریال میبینن، خیلی واقعا پامشن میان تئاتر. حالا خیلی ها میخوان مثلا یه تئاتری در چارچوب یه سری هنرهای رزمی نگاه کنن، در چارچوب این ببینن که چند نفر واقعا به هم فن بزنن. اصلا پرو رسلینگ هم بهتون گفتم به خاطر این اومد بالا که ببینید توی بوکس، توی MMA، توی خیلی از رشته ها زیاد نمیشه فن زد، توی خود کشتی نمیشه زیاد فن زد. واسه همینه مثلا یه کشتیگیر به یکی دیگه فن میزنه به حریفش، مثلا میبینید یه حرکت میزنه خیلی وایرال میشه، بخاطر اینکه خیلی خوب کمه، نمیشه زیاد فن زد. ولی توی پرو رسلینگ اساس به اینه که شما همش فن ببینی، همه شما حرکت های مختلف ببینی، سیگنیچر موو ببینی، فینیشر ببینی. واسه همین کلا پرورسلینگ خیلی محبوبه. شما اومدی یه داستان و یه خط داستانی و یه استوری لاین رو با یه سری حرکت نمایشی و فنی ترکیب کردی و مشخصا این خیلی طرفدار به وجود میاره و خیلی جذب این رشته میشن. امیدوارم از این ویدیو راضی باشید و جواب سوالو گرفته باشید. تا ویدیوهای دیگه.